الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بين كان محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وميد ورحمة الله وبركاته وميد ورحمة وصحة وصرحة الواشن وخوشة جديد قائد إسلامي وشما قرار داريم درس امروز ما که درس شماره 29 هم در رابطه با مسائل قضا و قدر هست و شکل نیست که مسائل قضا و قدر جمله بسیار مسائل حساس در عقاید اسلامی می باشه که شاید اکثریت در رابطه با مسائل از اون معلومات اندک داشته باشه پس به می جهت چندین درس را که ما در رابطه با مسائل قضا و قدر آغاز کرده بودیم و انشالله و تلا چند درس دیگر هم در رابطه با را آمی کنیم

یکی از مسائلی که در تحت قضا و قدر مورد بحث قرار می گرفت و از جمله مسایل بحث بر انگیز بود یکی هم موضوع افعال انسان و اعمال انسان ها بود که در درس گذشته روی از اونوش با صحبت مفصل کردیم و مذاهب کلامی که در رابطه با این موضوع در صدر اسلام ایجاد شده بود که عبارت از مذهب های جبریه و قدریه می باشه و هر کدام از خود مواقف خاص خدا داشتن و مواقف و نظریات و دلائلش را بیان کردیم و بالاخره نظریه اهل سنت و جماعت که مو موضوع اعتدال میان روی در رابطه با تمام مسائل دین میباشه و یکی وسطیت و میان روی در حقیقت روح دین مقدس است و جمله صفات اساسی امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشا. بس موقف اعتدال و میان روی را در رابطه با قضا و قدر و اعمال و افعال انسان اهل سنت و جماعت برای ما بیان میکنه که در حقیقت امی رای نظر نزار. نظر راجح در رابطه با اعمال و افعال انسان در تحت قضا و قدر می باشد و كنا از در حقیقت چنانچه در درس گذشته بیان کردیم انسان در تحت قضا و قدر الهی دو در یک بود انسان صد فیصد در تحت قضا و قدر مجبور هست کوچکترین اراده و اختیار نداره که مبود مرگ انسان، پیدایش انسان، مرض و مصیبت ها و بود دیگر بود اختیار و اراده انسان می باشه که در حقیقت مبود افعال و اعمال و کردار هست که انسان انجام می پس سوال در اینجا پیدا می که قضیه ها هم در رابطه با انسان اختیار و اراده را ثابت می سازند و اهل سنت و جماعت هم در رابطه با انسان اختیار و اراده را در بود اختیار و ارادهش ثابت کرده پس فرق بین نظریه اهل سنت و جماعت و بین قدریه ها در بود مختار بودن انسان چی می باشه شکل نیست بینندگان از این که قدریه ها و یا مذهب قدریه که انسان مختار میدانه و برای انسان اراده و اختیار را ثابت می سازه نظر از اونها در رابطه با اعمال و افعال انسان ای هست که انسان افعال و اعمالش خودش انجام می یعنی به این که اعمال و افعال خود خودش پیدا میکنه و خلق میکنه و قبل از قبل در رابطه با اعمال و افعال از این هیچ گونه چیز نه فیصله شده و نه هم نوشته شده یعنی به این که گویا افعال و اعمال انسان به کلی از تحت قضا و قدر الهی خارج می و با می جهت اینها را قدر ها میگن و جهت از این که اینها در حقیقت نفی کنندر تقدیرات الهی از اعمال انسان ها می باشه. در حالی که خلاف آن چیزی هست که ما در رابطه با قضا و قدر ایمان می داشته باشیم جهت از که یکی از عناصر اساسی ما ما با قضا و قدر چنانچه در درس های ابتدای ایمان و قضا و قدر بیان کنیم که رکن خلق می باشه یعنی به با این که انسان به یقین کامل داشته باشه که تمام آن چیزی که در جهان کائنات است همش مخلوق الله هست و در این جهان و غیر از الله دیگر هیچ خالقی وجود نداره پس اگر ما انسان در رابطه با افعالش مختار بگذاریم و انسان افعال اخشه خودش خلق کنه و پیدا بکنه پس به این که انسان هم یک نوعی از خالق شد دیگه یعنی به این که خالق و پیدا کننده افعال خود شد و در حقیقت منافی ایمان انسان با قضا و قدر هست که از ما تقاضا میکنه که تا ما به ای ای ایمان کامل داشته باشیم که در جهان و کائنات تنها یک خالق وجود داره که الله را بلزت هست. است پس از این جهت هست که زمانی که ما بود مختار بودن انسان در تحت قضا و قدر از دیدگاه اهل سنت و جماعت بیان میکنیم پس اهل سنت و جماعت برای ما میگن که مختار بودن انسان در بود افعالش نیس ای به این معنا نیست که ای اختیار انسان برای خود داده دا. بلکه نمی اختیار که انسان در رابطه با افعال و اعمال خود داره و اینمی صلاحیت و اینمی استعداد در انسان وجود داره که تا در رابطه با اعمالش و اختیار و اراده داشته باشه اینمی اختیار و اراده انسان هم در تحت قضا و قدر الهی هست یعنی به این که قضا و قدر الله رب العزت فیصله کرده که تا انسان در رابطه با افعال و اعمالش اختیار داشته باشه و چی معنا؟ یعنی به این که اینمی اختیار و اراده که ما در بود افعال خود داریم اینمی اختیار اراده را بینیدگان محترم ما خود ما برای خود ندادیم بلکه ایرا الله در رابطه در ربطه با ما فیصله کرده الله که ما خلق کرده و پیدا کرده الله در رابطه با ما و تو انسان ها فیصله کرده تقدیر کرده تعیین و اندازه کرده که اینمی انسان و اینمی موجود و اینمی مخلوقی را که ما پیدا میکنیم به نام انسان اینمی انسان در بود افعال و اعمالش اختیار و اراده داشته باشه میتونه که یک فعل انجام بده و میتونه که از یک فعل خودداری بکنه پس اختیار و اراده ما شما هم در تحت قضا و قدر الله جل جلاله داخل میشه از تحت قضا و قدر الله خارج نیست و ما اختیار اراده برای خود ندادیم و نه ما و نه ما اختیار اراده داده شدیم که برای ما اختیار اراده داده شد یعنی و چی معنی؟ یعنی به این که کس از ما انسان پرسان نکد که آیا تو میخوای که ما برای تو اختیار براده ما یا نمیخوای نه تقدیر الهی فیصله کرد که این مخلوق را که ما برام برام انسان پیدا کنیم این مخلوق در بود افعالش اختیار و ارادت داشته باشه با چی معنا؟ یعنی به این که اگر ما در طبیعت و جهان خود نظر اندازی بکنیم شکل نیست که در طبیعت و جهان پدیده ها و مخلوقات که ما مشاهده میکنیم این مخلوقات با طبیعت و سرشت انسان فرق داره بین اندوان نیست یعنی به این مرا که الله رب العزت مخلوقات گردگی را که خلق کرده و پیدا کرده این مخلوقات به مو هدف که پیدا کرده به مو مقصد که خلق کرده و پیدا کرده به مو مقصد عیارش کرده و به مو مقصد و کار خود انجام ده و کوچکترین اختیار اراده در رابطه با فعل خود نداره به طور مثال الله رب العزت آتش خلق کرده آتش خلق کرده و همه ما شما میدانیم که آتش یک ماده سوزنده هست یعنی به این که میسوزانه پس این آتش در رابطه با سوختاندن خود اختیار اراده نداره که چی را بسوزانه و چی را نسوزانه نه الله رب العزت آتش را خلق کرده و به می فیصله کرده که آتش یک ماده سوزنده باشه خب هر چیزی که در آتش بندازی میسوزانه دیگه اگر مسلمان هم انداختی آتش میسوزانه البته آتش دنیا مسلمان هم می کافر هم می اگر کاغذ باطله را انداختی هم می اگر کاغذ های با ارزش انداختی هم می فرق این از اونها نمی کنه و طبیعت سوختاندن است و به طبیعت الله رب العزت پیدایش کرده به طور مثال اگر ما نظر اندازی بکنیم شب الله رو العزت پیدایش کرده خلق کرده و الله رب فیصله کرده که شب در حقیقت یک وقت و زمان تاریک باشه ظلمانی باشه سیاه باشه و روز روشن باشه پس روز دیگه اختیار نداره که خدا روشن بسازه یا تاریک بسازه و شب اختیار نداره که خدا بساز روشن بسازه تاریک نه شب تاریک هست و تاریک می باشه روز روشن هست و روشن می باشه و دیگه کدام اختیار رو نداره پس به این شکل الله رب العزت فیصله کرده مخلوق را که ما به نام انسان پیدا می کنم این مخلوق در رابطه با اعمال و افعال خود و در رابطه با اهداف خود اختیار و اراده داشته باشه می که به هدفی که پیدا شده و هدف به دست بیاره کسب بکنه کمایی بکنه و میتونه که از او هدف باز بانه برای دیگه اختیار بکنه پس این جست که فرق بین مصحب اهل سنت و جماعت و بین قدریه ها میشه که قدریه ها میگن که انسان اعمال خدا و فعالش خودش انجام میده و هیچ گونه تقدیرات قبل از قبل وجود در روابط و افعال انسان وجود نداره چنانچه چنان مقولیشان چنان در درس گذشته هم بیان کردیم که لا قدره و الامر اونفون یز مقوله قدریه ها هست ولی نه سنت و جماعت برای ما میگن که نه اینمی اختیار اراده انسان هم در تحت قضا و قدر الهی فیصله پس به این اساس اختیار و اراده که انسان داره از تحت قضا و قدر الله و خارج نمیشه خب سوال دیگر که برای ما پیدا میشه است که آیا انسان با این اختیار و اراده که داره میتونه که اعمال خود انجام بده یعنی به که به خاطر انجام دادن اعمال و افعال و کردار که انسان انجام ده، تنها اختیار و اراده برای انسان کافی هست و یا که چیزهای دیگه هم وجود داشته باشه که تا انسان بتانه که عمل خودش انجام بده از به این ما در رابطه با اعمال انسانها ها نظر اندازی می کنیم، افعال انسان ها نظر اندازی می کنیم و کارهایی را که انسان انجام می اگر نظر اندازی بکنیم بینندگان عزیز تنها بود اختیار و اراده و استطاعت و توانمندی که قدرت که الله تنها ای به خاطر انجام دادن اعمال ما کافی نمی باشد تا چی وقت؟ تا با وقتی که اسباب وجود نداشته باشه ما هیچ وقت اعمال و افعال خود انجام دادن نمیتونیم خب اسباب چی را میگنیم؟ شکر نیست که الله رو بلوزد خاطر امتحان و ابتلا و ازمایش انسان اسباب و علل مختلف را خلق کرده و پیدا کرده و برخضی اسباب انسان را به طرف سعادت و خوشبختی میبرد برخضی اخ... اسباب انسان را به طرف دلالت و گمراهی میکشوند پس خلق اسباب ای در حقیقت فعل الله ربالزت میباشه و تقدیرات الهی که ما میگیم که ولقدر خیره وشری این همین قسمت خلق اسباببشاچ مین بیان میکنعن در باب ایمان با وعناصر ایمان که ما در انصور ششم میگیم ک ولقدر خیره وشری عن تعیین خیر شر از جانب الله جل جله سچ مانا یعنی به که خیر و شر الله رو برای ما مشخص کرده برای ما معین کرده که خیر است و یه هم شر می باشد پس الله رو خیر هم خلق کرده و شر هم خلق کرده و پیدا کرده و بالاخره انسان اختیار داده و اراده داده و بالاخره انسان با یه اختیار اراده و استطاعت توانمندی که داره هم استعداد انجام دادن کار شر داره و هم استعداد انجام دادن کار خیر داره و این امتحان ما و شما دنیا هست چنان چه الله رب العزت می که ونبلوکم شر و والخير فتنه و ما شما را امتحان میکنیم و آزمایش میکنیم در شر و در خیر کتاب مورد آزمایش و امتحان قرار می پس خلق اسباب که در حقیقت امو علل و اسباب می باشه که ما توسط از اعمال خدا انجام می افعال خدا انجام متوجه باشین که خلق اسباب 100 درصد در تحت قضا و قدر هست یکی ما اسباب داریم خلق اسباب و دیگر نتیجه مرتب به اسباب داریم یعنی یکی اسباب دلالت و گمراهی است و یکی نتیجه هزی است که هر زمان که انسان این اسباب به کار میندازه بالاخره نتیجه از این که انسان این دلالت و گمراهی و کفر و شرک به طرف آتش جهنم می این الله رو برزد فیصله کرده خلق اسباب که برات از رساندن انسان به طرف هدایت و فلاح و رستگاری می باشد. و نتیجه هدایت و فلاح و رستگاری که انسان به طرف جنت میکشانه کل از این چیزها را قضا و قدر الله فیصله کرده و کل از این چیزها را الله رب العزه تعیین کرده و اندازه کرده و بالاخره برای انسان استعداد داده قدرت داده اراده داده که تا هر یک از اینها را به کار بندازه و مطابق به کار انداختنش نتیجه مرتب همچی میشه به میان میایه يعني. مثال اگر ما در رابطه با انسان نظر اندازی بکنیم پس الله رب بلزد هم اسباب خیر و خیر برای ما معرفی کرده و هم اسباب شر رو برای ما معرفی کرده و هم نتایجی که در رابطه با اسباب خیر مرتب میشه او رو هم برای ما بیان کرده و هم نتایجی که متعلق به اسباب شر میشه او هم برای ما بیان کرده پس به این اساس الله رب العزت تماما اون چیزی که متعلق با افعال و اعمال انسان ها میشه یک یکی را برای خصوط انبیاء علیهم السلام برای ما بیان کرده و ما شما را مکلف کرده برای ما شما استعداد داده قدرت داده توانایی داده اراده داده و بعد از اون ما شما را دنیا وقت داده و زمان داده و همه ما شما میدانیم که دنیای ما شما دنیای موقتی هست و این دنیا دنیای فانی هست و هیچ کس در این دنیا برای ابد و برای همیشه زنده نمی باشه. هر کس و هر آن چیزی که در این دنیا میاید بالاخره دنیا را ترک میکنه و بالاخره از بین میره از ما همه ما شما میدونه که ما در این دنیا به خاطر یک وقت و زمان معین آمدیم و این وقت و زمان معین ما تا به وقت زمان ما و ای ای زمان مرگ ما می باشه و این اینمی مدت زمانی که ما در این دنیا هستیم از وقت زمان و زمانی که تولد میشیم و تا به وقت و زمانی که ما میمیریم این همین مدت زمان امتحان ما و شما هست و این دنیا هست بس در رابطه با یه امتحان ما وسایل ضرورت داریم در رابطه با یه امتحان ما در اراده و اختیار ضرورت داریم در رابطه با یه امتحان ما استعداد و توانمندی ضرورت داریم و در رابطه با یه امتحان ما مواد امتحان ضرورت داریم دیگه مثلا مثلا اگر ما در یک نهاد علمی بریم و در امتحان بتیم و در نهاد علمی برای ما شما مواد امتحان توزیع نکنه و اگر یک امتحان در رابطه با چی خواهم گفته میشه و چی وقت گفته میشه وقتی امتحان چقدر هست سمتوجهباشنک درم امتحان هیچونه نتیجه مرتب نمیشد پس مشکل ما ایسته که ماد ی دنیا خود ایتو فکر میکنیم ک دی دنیا آمدنمباخراز دنیا میریم وباخر اک میشم وکدام زندگی دیر وجود ندارنه حکمت الله جلجلفیصله کد بینندگان عزیز ک دنیا دار الامتحان دار الآزمایش و دار الابطلاع باشه و بالاخره جهان آخرتی که ما با مرگ به او انتقال میکنیم او بسیار خانه هست و جایی هست و دنیای است که نتایج امتحان و نتایج عمل بر ما داده دا می ما در این دنیا عمل میکنیم نتیجه عمل خدا بالاخره ما در آخرت و دست میاریم پس آن چیزی که ما در این دنیا میکنیم خلق اسباب است و آن چیزی که نتیجه به این اعمال ما مرتب میشه و در حقیقت در جهان آخرت بر ما داده دا میشه پس به اساس ما شما میبینیم که در دنیا هر انسان عمل میکنه یک انسان عمر خدا با خیر تیر میکنه و بالاخره کدام نتیجه برش مرتب نمیشه یک انسان عمر خدا به شر تیر میکنه و کدام نتیجه برش مرتب نمیشه و سیب این معنی است که اعمال انسان بی فایده هست اعمال انسان به هدف است کسی که خیر انجام داد هیچ گونه نتیجه مرتب نشد و کسی که شر انجام داد هیچ گونه نتیجه مرتب نشد نه ولی که الله رب میگه که نه ما جهان آخرت پیدا کردیم و خلق کردیم و کل نتایج اعمال شما ذره ذره در روز قیامت مورد بررسی قرار پس خلق اسباب بینندگان عزیز این در حقیقت فعل الله رب العزت است که برات از امون تقدیرات الهی و قضا و قدر الله می باشد نتیجه که به این اسباب مرتب میشه او هم فعل الله رب العزت است و طور مثال الله رب العزت زهر خلق کرده زهر یک ماده هست خلقش کرده و پیدایش کرده و می تاثیری که در زهر گذاشته که اگر انسان زهر بخوره از بین میره این می تاثیر در زهر هم الله رب العزت خلق کرده و پیدا کرده پس وظیفی وظیفه ما و تو هست که زهر میخوریم و آیا نمیخوریم پس الله رب العزت برای ما شما توانایی داده قدرت داده اراده داده دیگه در این دنیا میتونی یعنی که مثلا زهر بگیری و بخوری و خودکشی بکنی و خود از بین ببری و میتونی که از بکنی. پس پیدا کردن زهر و تأثیری که در زهر وجود داره این در حقیقت به نام خلق اسباب و نتایج مرتب اسبابه. و یا به اداره دیگر بگیم الله رو بلیزد خمر و شراب رو پیدا کرده خمر و شراب الله پیدا کرده و تاثیراتی که در خمر و شراب الله رو بلیزد گذاشته که ای عباده هست که هر زمان که انسان ایده بخوره عقلش زایل می سازه. عقلش از بین می بره امی در شراب در خمر کی گذاشته؟ همه شراب و خمر کی پیدا کرده کی خل انسان خو خلقش نکرده انسان خو از پیش خود ایجادش نکرده پس این انسان این شراب و خمر حتما از چیز پیدا کرده که الله رب العزت را خلق و این تاثیری ای که در شراب گذاشته انسان خود را نگذاشته الا خدا را به اما وظیفه انسان چیست وظیفه انسان این است که الله رب العزت توسط مجتا کتاب های سماوی و انبیاء علیهم السلام شما را از خوردن عظیم ماده که الله رب العزت خلق کرده و پیدا کرده و شما را منع میکنه <مع> ایا پتاورې مې صالح الله ربه عزت خنزیر پیدا کړو خوکه پیدا کردغه خوکه یو مخلوق الله ربه عزت است و نجاست په پلیدی او کثافته کې در 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 خوکه خنزیر هسته و په اونې زمانه کې در بدن ما مره او ما شمو را در امراض به حد زیاته هم طبيعت او سرشت ما را تغیر مېته و هم بشته ما شمو را په امراض وسال خطرناک مبتلا کړل ټول ازي تاثیرات هم الله ربه عزت در خوکه خنزیر وخي او خوکه گذاشته پس این وظیفه ما تو هست که ما از گوشت خنزیر استفاده میکنیم یا نمیکنیم یگان تا سوال میکنه خوب خنزیر که برای ما نقص داره چرا خدا پیدایش کرد نه حالی خوبه این معنی نیست که خنزیر تنها به ما نقص داره شاید در پیدایش خنزیر و خوک حکمت های نهفته باشه که ما اصلا خبر نداریم دیگه و خوبه این خاطر پیدا نکرده که ما بخوریم یا نخریم و یا این که گفته میتونه که بالاخره پروردگار هم میره و خلق کرده به خاطر از اینکه ما تو امتحان میکنه و ابتلا بکنه این روز ما شما بینید که چه قدر مردم اینسا گوشت خوک و خدیر خود در رایستن را و با این شکل مسئله سحر و جادو بینندگان عزیز کل از این از خلق اسباب هست سحر و جادو را الله رو بلیزد خلق کرده و پیدا کرده و تأثیراتی که در این سحر و جادو وجود دار الله رو بلیزد دیست تأثیرات دیش گذاشته حالا بایی که ما شما الله رو بلیزد به انجام دادن سحر و جادو امر کرده و یا نحیه کرده پس اینجاست که

الله رب العزت اسباب خلق کرده پیدا کرده نتایج مرتبه در او گذاشته و بعد از ما و شما ها را در رابطه با او اشاد و رحنمایی کرده که از کدام نتایج ما استفاده بکنیم که تا ما شما را به طرف سعادت فلاح رستگاری خوشبختی صحتمندی تندرستی رهنمایی بکنیم و از کدام اسباب ما خودداری بکنیم که از باب ما شما را به طرف شر و بدی و به طرف مشکلات و مصیبت ها سوق پس به این شکل بینندگان عزیز الله ربنا اسباب هدایت و فلاح و رستگاری را پیدا کرده اسباب فلاح و رستگاری ما بیان ایمان عمل صالح انجام دادن اعمال نیک كل از الله ربنا ذات برای ما بیان کرد و كذا دروغ ظلم استبداد كبر، غرورات كل از الله ربنا مشخص كذا پس تعیین و تشخیص از ای خیر و شر که از جانب الله جل جلو می باشه بینندگان عزیز و اکثریت در رابطه با یه ما شما برداشت غلط بنا درست می و اکثریت تو فکر میکنه که تقدیر خیر و شر به یه معناست که الله را برزد خیر و شر هر انسان را به چی کرده تعیین کرده که انسان چقدر خیر انجام ده و چقدر شر انجام ده نه امراد از این نیست بلکه مراد از این است که الله رب العزت اسباب خیر هم تعیین کرده و مشخص کرده اسباب شر هم تعیین کرده و مشخص کرده و بالاخره برای ما بیان کرده که اینی خیر اینی شر اینی بسلا راه نیک این رای بد اینی تو انسان اراده داری که به این میره اراده و اختیار داری که به ایرا بری و اراده و اختیار داری که به را بری و بالاخره در نهایت که بالاخره همه میمیرن و از بین میرن بالاخره جهان آخرت هست که همه اعمال هر کس مورد ازجابی قرار میگیر و نتایج اعمالش برش داده میشه پس اراده و اختیار انسان تنها به انجام دادن افعالش کفایت نمیکنه، بلکه انسان به خاطر افعالش به اسباب ضرورت داره و ای اسباب باید که نتایج مرتب داشته باشه پس خلق اسباب و نتایج مرتب در رابطه با اسباب این فعل قضا و قدر الهی است هیچ گونه دخل در رابطه با انسان نمی باشه دخل انسان در رابطه با ای اسباب و نتایج اسباب است که انسان کدام اسباب را به کار میندازه هر نوع اسبابی که انسان به کار انداخت نتیجه مرتبش به میان میاد به این معنا که اگر انسان شراب و خمر نخورد عقلش زایل نمیشه اگر شراب و خمر خورد عقلش زایل میشه والله رب دست فیصله کرده انسان اگر اسباب هدایت و فلاح و رستگاری را برای انداخت الله را به دست هدایتش میکنه

الله رو به عزت میکنه هدایتشان میکنه و هر کسی که اسباب دلالت و گمراهی رو بعد به با کار انداخت الله رو به عزت گمراهش میکنه پس این ما و تو هستیم که یا خدا گمراه میکنیم این ما و تو هستیم که خدا چی میکنیم براه میکنیم میکنی و هدایت میکنیم اما اسباب ازیرا نتایج مرتب ازیرا همه ازیرا الله رو به خلق میکنه و پیدا میکنه موضوع اخیره که در رابطه با مسئله بود اختیار انسان و قضا و قدر برای ما بیان میشه که از موضوعات هست در کتاب های قاید اسلامی که بنام رد تقدیر و تقدیر نامیده میشه یعنی به این که در رابطه با تقدیرات الهی که بیشتر برتون صحبت کردم که مرات از خلق اسباب و نتایج مرتب می باشه مادام که انسان هیچ گونه دخل در رابطه با خلق اسباب و نتایج مرتبش نداره آیا انسان میتونه که تقدیرات الهی را دفع بکنه؟ آیا انسان میتونه که تقدیرات الهی را انجام نتان چیزی که الله فیصله کرده انجام نتان شک نیست که علمای کرام برای ما میگن که در انسان توانایی این نیست که همه تقدیرات الهی را چی بکنه دفع بکنه یعنی از بین ببره ولی که در انسان این توانایی وجود داره که برخی از تقدیرات الهی را چی بکنه دفع بکنه ودفع تقديرات الهی هم توسط تقديرات الهی صورت می يعني دفع تقديرات الهی اه انسان توسط تقديرات الهی انجام چه توسط اب توانی و استطاعت و قدرت توسط توزی توانی و تقديرات الهی را دفع کرده نمیتونه بلکه انسان

یک مرد در افغانستان تولد شد نگه من اینه تغییر دادن نمیتونم که من برم خدا بستا یک زن بسازم یا یک چیز دیگه بسازم نه اینه تقدیرات الهی است و با می چیز بستا فیست اما بود تا دفع تقدیرات الهی به ایمان از بینندگان عزیز که به طور مثال آن چیزی که متعلق به افعال و کردار ما شما میشه به طور مثال ما شما مرز داریم و مرز تقدیر الهی است تقدیر کده و تایین کده و ما شما شفا داریم حال یک نفر مریض میشه آیا میتونه که مرض ها به دفع بکنه؟ میدونه شکل مرض توسط شفا چی میکنه؟ دفع میکنه مرض تقدیر الهی هست و شفا هم تقدیر الهی هست پس ما میتونیم که تقدیر الهی که مرض است با شفا ایره چی بکنیم؟ دفع بکنیم و یا یکی مثال دیگر برات هم بتم به طور مثال ما شما سردی داریم و گرمی داریم سردی و گرمی آواز سرد شد آیا ما میتونیم که سردیر از بین ببریم؟ بدون شک خب را چه قسم از بین نبریم؟ سردیر توسط گرمی و حرارت از بین نبریم و یا که هوا گرم میشه قسم که ما در تابستان هستیم آیا ما میتونیم که گرمی را از بین ببریم؟ بدون شک ما گرمی را از بین میبریم که گرمی را توسط چی؟ توسط سردی و سردی هم تقدیر الهی است ما گرمی هم تقدیر الهی است و تقدیر الهی را با تقدیر الهی ما شما بین از بین میبریم. به شکل شکل این عزیز زمانی که ما در رابطه با قضیه پیش میریم هدایت و فلاح و رستگاری هدایت و دلالت هدایت هم تقدیرات الهی است دلالت هم تقدیرات الهی است اصلا ما میتونیم که دلالت از بین ببریم بدون شک هر زمانی که ما اسباب هدایت را با کار انداختیم دلالت از بین میره آیا ما میتونیم که هدایت از بین ببریم بدون شک هر زمانی که ما اسباب دلالت را با کار انداختیم هدایت از بین میره بس سین اما نام دفع تقديرات الهی تقديرات الهی میشه بس به این معناست که انسان توانایی و قدرت دفع تقديرات الهی را دارا منتها نابتو استطاعت توانمندی خود بلکه به تقديرات دیگر الهی که الله رب عزت این تقديرات پیدا کرده و همین که نقش عقل انسان اراده انسان اختیار انسان هوشیاری و انسان نقشش ایجاد میشه که انسان کدام تقدیرات الهی را با کدام تقدیرات الهی دفع بکنه که بتانه هدایت و فلاح و رستانگیری را مدست پس در حقیقت موضوعات بود در رابطه با مسئله اختیار انسان در تحت قضا و قدر از دیدگاه اهل سنت و جماعت و از دیدگاه قدره ها و موضوع بسیار مهمه که در رابطه با مسئله انسان و تحت قضا و قدر باقی میمانه که هم موضوع سرنوشت انسان از بین عزیز که این موضوع هم از جمله موضوعات بسیار بحث بر انگیزه هست که اکثریت در رابطه با ما شما معلومات کافی نداریم ان شاء الله در درس آینده در رابطه با موضوع سرنوشت انسان در تحت قضا و قدر هم صحبت میکنیم که آیا سرنوشت انسان قبل از قبل نوشته شده تعیین شده و تقدیر شده و یا یکی سرنوشت انسان به اختیار و اراده خود انسان گذاشته شده الله رب العزت همه ما شما را توفیق به اعمال نیکو رسیب فرمایه خلاصه درس امروز ما ای بود که فرق بین اختیار انسان به نزد اهل سنت و جماعت و به نزد قدیه ها ای است که قدیه ها انسان خالق افعال خود میدانند و این منافی ایمان به قضا و قدر است و اهل سنت و جماعت اختیار و اراده انسان در تحت قضا و قدر مورد بحث قرار انسان با اختیار و اراده که داره تنها اعمال و افعال خود انجام دادن نمیتونه بلکه لابدی است از اسبابی که انسان بتانه که اعمال خود کسب بکنه پس خلق اسباب و نتایج مرتب در اسباب یه همش فعل الله رب العزت است قضا و قدر الهی فیصله کرده و انسان هیچ گونه دخل به این نداره وظیفه ای انسان در رابطه با این اسباب با کار انداختن اسباب است و هر نوع اسباب برای که انسان با کار انداخت اما نتیجه مرتبش به آیا انسان میتونه که تقدیرات الهی را دفع بکنه و از بین ببره بله همه تقدیرات الهی را نه بلکه برخ تقدیرات الهی را منتها برخ تقدیرات الهی را هم با تقدیرات الهی میتونه که دفع بکنه و از بین ببره السلام علیکم و رحمت الله و برکاته